با درودی دوباره خدمت یکایک شما خوبان و نازنینان، سعید بیوانی هستند در این پنجمین روز از نهمین ماه در سیزدهمین سال از سومین هزاره. عرضم به حضور شما که گرمای عجیب و غریبی است در این شهر فرشتگان و ما هم در زیر آتش هستیم در حقیقت به نوعی، و باید تأمل کرد چرا این کامپیوترهای ما که تابشون کم است و گرما خیلی اذیتشون میکنه. ما سیستم کولر هم نداریم اینجا، کولر اون سوخته و نمیتونیم کولر رو عوض کنیم. مسعود نقره‌کار نازنین می نویسد که دوستان این صفحه زیرم ملاحظه کنید که این نیازمند کمک مالی هستیم، اسامی حذف میشن، شما به جای اون اسامی شما همت کنید، اقدام کنید. یه برنامه‌هایی رو در نظر گرفتیم، می‌خوایم کارهایی انجام بدیم همونطوری که وعده کرده بودم. امیدمون بر این هستش که بتونیم صدا رو به روی ساتلایت ببریم، پیام شما رو به سمت ایران ببریم، پیام مردم ایران رو به گوش شما برسانیم و در این راه نیازمند کمک مالی هستیم، نیازمندی هستیم که عده‌ای به راستی متعهد بشن و کمکی بکنن که این کار رو بتونیم به نحو شایسته و بایسته انجام بدیم. ماجرای حمله به اشرف در حقیقت یک لکه ننگ دیگری است بر پیشانی این به قول دکتر اسماعیل خویی فرمان فرمایی آخوندی، و هر کدوم از این اوباش رو که نگاه میکنی، یکی از اینا رو جور که سایت مردم ریپورت کاوه نازنین یه لینکی رو اونجا مرتبط کرده بود، یکی از این عمله های مجلس خبرگان رو یک مردی در بابل یخش رو میگیره کتکش میزنه، مفصل ماشینش رو پارک کرده بود ظاهرن اون جلوی خونه این یارو آفت الله، و مردم اومده به اون خانمی که تو ماشین بوده گفته حجابتو رعایت کن، مردو پریده وسط گفته به تو چه مربوطه، و کار به مشاجره و دعوا و کتک‌هایی رسیده و حالا اون مردو گرفتن، نمیدونیم چه بلایی به سرش میارن. از همین جا باید شروع کنیم. منتها ببین نقطه کجی که این بنا رو به اینجا رسونده در امروز نیست، این پایش در دیروز است، از یه جایی که جهان تغییر کرد، مسیرش رو عوض کرد، کشورهای امثال ایران مسیرشون عوض نکردن و در اون قهقرا جا ماندن. دوست داشته باشی دوست نداشته باشی، خوشت بیاد خوشت نیاد، این اتفاقی است که تو تاریخ ما افتاده، زیادم به این تاریخ نباید دل خوش کرد. مسعود نقره‌کار نازنین، دکتر مسعود نقره‌کار، این پزشک عاشق میهن، مطلبی رو برای ما فرستاده که سایت گویا هم هست تحت عنوان رضا شاه و دگراندیشی با یاد فرخی یزدی. در دفتر زمانه فتد نامش از قلم، در دفتر زمانه فتد نامش از قلم، هر ملتی که مردم صاحب قلم نداشت. تدیدی نیست که رضا شاه به برکت فکر و خواست پشتیبانان و همراهانش و بر بستر نوعی روش و منش نظامیگری توانست در دوره‌ای که قدرت قبضه کرد دست به اصلاحات اجتماعی و اقتصادی بزند و مدال افتخار مستبد منور در کنار مدال‌های سینه بنشاند. درباره فکر و رفتار سیاسی مستبد منورمان که مشارکت سیاسی و فرهنگی مردم و روشن فکران را تاب نمی آورد، در سه دوره‌ای که به عنوان وزیر جنگ، نخست وزیر و شاه حکمران، گفتنی ها و نوشتنی ها و نشان دادنی ها،
گفته و نوشته و نشان داده شدن. نوع نگاه و برخورد رضاخان به جریان‌ها و چهره‌های سیاسی قبل و بعد از قبضه قدرت سیاسی، تشکل‌های مختلف سندیکایی و صنفی، جمهوری‌خواهی، روحانیت، روشنفکران، دگراندیشی، مخالفت سیاسی و عقیدتی و غیره پوشیده نمانده و ثبت تاریخ غیر رسمی و واقع بینانه نیز شدند. شاه بیت اندیشگی رضا شاه در نمایاندن سکولاریسم شاهنشاهی در شعار مورد علاقش چه فرمان یزدان چه فرمان شاه بود که او را تا مقام یزدان بالا می کشید، شعاری که تابلوی تشکل دستساز دربار سازمان پرورش افکار بود، تشکلی که رضا شاه عاشقانه دوستش می داشت. سخن این یاد داشت اما بر سر نگاه رضا خان به حوزه ای از آزادی اندیشه، آزادی بیان و قلم و رفتارش با اهالی مطبوعات آزاداندیش و آزادی خواه است. سخنی به یاد و با احترام به یکی از قربانیان این مستبد منور و کبیر، سخن از فرخی یزدی است. مروری گذرا. هنوز تنور کودتای 1299 گرم بود که قداره و تعلیمی، اندیش ستیزی و قلم شکنی وزیر جنگی که نمنمک تدارک رئیس الوزراء شدن برایش دیده می شد از رو بسته شد. سیدزیایی که خودش اهل قلم و نشریه می نمود در قدرت وظیفه قلم قلم شکنی را که با خلق و خوی سردار سپهش میخوان به او محول کرد. رضا خان که به نقش مطبوعات به عنوان محوری برای تجمع و تشکل واقف بود، از هیچ نوع مشکل آفرینی برای روزنامه‌نگاران مستقل و آزادی‌خواه که دوره درخشانی را تجربه می‌کردند دریغ نکرد. دوره‌ای که با افت و خیز تا سال 1304 که رضاخان شاه شد ادامه یافت. مدیر روزنامه ایران که مورد غضب نیز نبود می نویسد حکومت کودتا در یکی دو روز همه سرجنبانان را دستگیر کرد. پس معلوم شد که این حرکت یک حرکت حزبی و مرامی و مسلکی نبوده است، بلکه مراد آن بود که در ایران سرجنبانی که بتواند حرف خودش را بزند یا لایحه‌ای بنویسد باقی نماند. قرار بود مؤسس کودتا همه جراید را ببندد و تنها روزنامه ایران را که مدیرش من بودم باقی بگذارد و ماهی 1000 تومان به روزنامه کمک کند و من و ایشان دست به دست یک دیگر بدهیم. این پیشنهاد روز قبل از نشر بیان نامه آقای سید ضیاءالدین و تشکیل دولت از طرف خود ایشان به من شد و من به دلایلی نپذیرفتم. پس از کودتا سانسور مطبوعاتی که نقد کودتا و حکومت می کردند آغاز شد. فلسفی مدیر حیات جاوید، هاشم مافی مدیر وطن، حسین خان سبا مدیر ستاره ایران، ملک الشعرای بهار، فرخی یزدی مدیر طوفان و بسیاری دیگر از روزنامه نگاران به زندان افتادند و برخی از روزنامه نگاران از جمله فلسفی مدیر حیات جاوید، حسین سبا مدیر ستاره ایران، هاشم خان محیط مدیر روزنامه وطن مورد ضرب و شتم شدید نیز قرار گرفتند. رضا خان یکی از بنیادهای اساسی مشروطیت را هدف گرفته بود،
آن هم در روزگاری که انصافا نشریات متعددی در تهران و برخی شهرهای بزرگ منتشر می شد که نشانهای آشکاری از بالندگی سیاسی و اجتماعی در آن مشهود بود. و همین نشریات بودند که خیلی زود نظام کودتایی رضاخان و انگلیسیان حامی و پشتیبان او را به شدت مورد انتقاد قرار داده و روش سیاسی آنان را مغایر با دستاوردهای مشروطیت ارزیابی نموده و محکوم کردند. سوم و هفدهم اسفند 1300 رضاخان ابلاغیه‌هایی صادر کرد و به روزنامه‌نگاران هشدار داد که اگر روزنامه‌ای مطلبی علیه کودتا منتشر کند، مدیر و نویسنده آن را مجازات خواهد کرد. کار فشار بر مدیران روزنامه‌هایی که زیر بار زورگویی و قلدری نمی‌رفتند، به تحسن در سفارت روسیه کشانده شد. پس از مقاومت این دست از مدیران، رضاخان راه تحبیب و تطمیع روزنامه نگاران پیش گرفت، اما در این حد نیز باقی نماند. در واکنش به روزنامه حقیقت در رابطه با انتشار اختلاسای سردار اعتماد، رئیس قورخانه و انتقاد و اعتراض به سوء استفاده افسران از موقعیت خود، رضاخان به مشیر الدوله رئیس الوزراء پیغام داد که یا روزنامه حقیقت را توقیف کنید یا می سپارم که دیگر به دربار راهتان ندهند. علی دشتی، سیاستمداری که برخی او را همکار دستگاه سانسور رضاشاهی معرفی کردند و در بارش نوشتند، با آن سابقه در مدیریت شفق سرخ و با آن پیشینه انگلیسی مآبی، اکنون به رئیس اداره نگارشات و به آشیخ علی سانسورچی معروف شده بود. به موردی از تحمل ناپذیری رضاخان رئیس الوزراء در قبال مطالب انتقادآمیز نشریات و روزنامه ها اشاره دارد. روزنامه ستاره ایران در صفحه چهارم خود ستونی داشت زیر عنوان لطایف که نویسنده‌ای به نام تقی بینش آن را می نوشت و جنبه فکاهی داشت. در یکی از این تکه ها لطیفه‌ای بود که ایل زعفرانلو را مسخره کرده بود. ایل زعفرانلو در سرکوبی کنلل محمد طی‌خان قوای دولتی را کمک کرده بود. وزیر جنگ از این شوخی بیجا چنان برآشفت که دستور داد مدیر روزنامه را جلب و روزنامه را توقیف کند. مأمورین نظامی به اداره ستاره ایران که در جنوب خیابان سعدی فعلی واقع بود آمدند، مدیر آن را به قزاق‌خانه بردند و اعضای روزنامه را بیرون ریختند و در اداره روزنامه را قفل کردند و صاحب امتیاز و مدیر مسئول روزنامه را به میدان محشر بردند. به امر وزیر جنگ یعنی رضاخان او را شلاق زدند و سپس در یکی از اتاقهای آنجا به زندانش افکندند. رضاخان که زمینه‌های خیز برداشتن به سمت قدرت را مهیا می‌دید، برای کنترل کامل روزنامه حتی حاضر شد با فراکسیون سوسیالیست مجلس به رهبری سلیمان میرزای اسکندری راه بیاید تا بتواند زیر پای قوام را خالی تر کند و نگذارد طرح قانون هیئت منصفه مطبوعات در مجلس تصویب شود. رضاخان با بهره‌گیری از مطبوعات وابسته و یا نزدیک به خود مثل ناهی، تجدد و گلشن و غیره و پشتیبانی مطبوعات سوسیالیستا راه را برای کنار زدن مخالفان خود و اشغال پست‌های کلیدی‌تر هموار می‌کرد. رضاخان که در مقام رئیس الوزرایی به نقش وسایل ارتباط جمعی به ویژه روزنامه‌نگاران و مطبوعات و کتاب
بیشتر پی برده بود، با برنامه تر و سازمان یافته تر شهربانی و محمد خان درگاهی محمد چاقو را به جان اهل قلم انداخت تا قلدری بیشتری در این عرصه نشان بدهد. وقتی روزنامه حیات جاوید در سال 1301 درباره بودجه وزارت جنگ مطالب انتقادآمیزی منتشر کرد، مدیر مسئول آن فلسفی مشت محکمی از شخص رضاخان دریافت کرد به طوری که دندانهایش در دهانش خرد شد. مدتی پس از آن مأموران شهربانی در معیت قزاق‌ها به روزنامه وطن که جرأت کرده بود مطالبی در نقد عملکرد رضاخان به چاپ برساند حمله کرده و میرزا هاشم خان مافی مدیر روزنامه را تا سرحد مرگ کتک زدند و روزنامه او را در آتش سوزانیدند و حسن صبا مدیر مسئول روزنامه ستاره ایران هم به جرم انتقاد از رضاخان 300 ضربه شلاق را به جان خرید. محمد فرخی یزدی مدیر روزنامه طوفان هم که در همان اوایل قدرتیابی رضاخان به شدت زیر نظر ماموران شهربانی بود، سالها بعد تاوان مخالفتش با رضاخان را داد. ابوالحسن امیدی نوری درباره کنترل شدید مطبوعات از سوی رئیس الوزراء چنین نوشته است: سردار سپه با زدن مدیران جراید و ابراز خشونت در کابینه های قوام سلطنه و مشیر الدوله که وزیر جنگ دائمی آنها بود توانسته بود قدرت انتظامی کشور را کاملا در اختیار داشته باشد. ترور میرزاده عشقی مدیر روزنامه قرن بیستم پس از سانسور شماره‌های از این روزنامه به دستور رضاخان در دوره نخست وزیریش اتفاق افتاد. او جان میرزاده عشقی را در سن 31 سالگی گرفت، جان شاعر، نویسنده و روزنامه‌نگاری که الفبای فساد اخلاق وسوق و دوله را نوشت تا آنان که به صراحت اعلام می‌کردند با هر کس که پول داد باید برای او کار کرد، وجدان، عقیده و مسلک موهوم است را افشا کنند. پوشیده نماند که سرتیب درگاهی و پاسبانهایش مأمورین قتل عشقی بودند و به دنبال ترور عشقی عده‌ای از روزنامه‌نگاران مخالف در مجلس تحصن کردند. تحصنی که نزدیک به 3 ماه طول کشید. تیمورتاش با رهبران اقلیت مجلس وارد مذاکره شد و در پایان کار جناب نخست وزیر خود شخصا به مجلس آمد، با مدیران جراید گفتگو کرد. رحیمزاده صفوی نیز به نمایندگی از جانب مدیران جراید خواسته های آنان را که اکثرا در ارتباط با امنیت جانی، حقوقی و مسئولیت قانونی بود به تفصیل بیان نمود، هرچند تحصن پایان یافت ولی 3 روز بعد از آن رحیمزاده صفوی دستگیر و چون فراکسیون اقلیت تهدید به استیضاح دولت نمود با مداخله تیمورتاش آزاد شد. رضاخان حتی ملک و شعرای بهار را نتوانست تحمل کند و اگر وساطت محمد علی فروغی نمی بود که در قبال اوامر همایونی این جانب به ملک و شعرا مراجعه کرده و التزام نامه از او گرفتم که به قید قسم تعهد کرده که پیرامون خلاف نگردن و بهار نیز التزام نامه خودداری از کارهای سیاسی نمی داد که جدن از هر قسم رفتار و رویه سیاسی احتراز جوید و از معاشرت و اختلاط با هر جمعی که مربوط به سیاست بودن و از هر قسم اجتماعات پرهیز کند و قصیده دیروز امروز فردا را نمی سرود یا جانش گرفته می شد و یا در تبعید دق می کرد. البته سیاست تحویب و تطمیع نیز مرئی می شد
ملک الشعرا می نویسد مکررن رئیس شهربانی مرا خواست و تکلیف کرد که یک روزنامه یومیه باید راه بیندازی و تشکیلات آن را صورت بدهی و بودجهش را بنویسی که زیر نظر ما و به قلم تو اداره شود و هر چه خرج دارد خواهم پرداخت. رضا خان البته پیش از آن که ملک الشعرا التزام نامه بدهد قصد جان او کرده بود، اما گفته شده است آدمکشان از جمله حاج رحیم آقا و طهماسبی به جای ملک الشعرای بهار اشتباهاً حاج واعظ قزوینی مدیر روزنامه نصیحت و رد را به قتل رساندند. حاج واعظ قزوینی برای رفع توقیف جریدهش به تهران آمده بود و چون از حیث قواره و شکل و صورت به ملک الشعرا شبیه بود مقتول می شود. آدمکشان به محمد یحیی کیوان قزوینی معروف به حاج واعظ قزوینی و شیخ یحیای واعظ شلیک می کند. گلوله به گردن واعظ می خورد. واعظ به طرف مسجد سپهسالار می دود. خونیان از پیش دویده در جلوی خان مسجد به او میرسد. واعظ آنجا به زمین میخورد. پهلوانان ملی بر سرش میریزند و چند چاقو به قلب واعظ میزنند و سرش را با کارد میبرند. رئیس دولت یعنی رضا خان در سفارت فرانسه مهمان بود. به ایشان راپورت فوری داده شد که ملت ملک الشعرای بهار را کشتند. ایشان هم به یکی دو نفر از وزرا این خبر مهم را میدهد و میفرمایند ملت فلانی یعنی بهار را به قتل آوردند. رضا خان دیگر اندیشانی که به گروه 53 نفر معروف شدند و تعدادی از آنان اهل قلم بودند را نیز تحمل نکرد و به زندان انداخت. در میان این جمع دکتر تقی ارانی نویسنده و متفکر به سلول یک بیمار تیفوسی انداخته شد که بر اثر ابتلا به تیفوس جان بدهد که چنین نیز شد. وقتی رضا خان شاه شد وظیفه نظارت بر امور مطبوعات را در بست به شهربانی سپرد. در اداره نظمیه یا همان شهربانی اداره مخصوص نظارت بر مطبوعات دایر بود. از برس ها یه تربیت شده و گرداننده این اداره ابوالقاسم شمیم مأمور سانسور شهربانی بود که به روزنامه های آن روز سرکشی می کرد و خبرها و مقاله ها را می خواند و تا روی آن نمی نوشت چاپ شود و مهر روانه می زد هیچ چاپخانه و حروفچینی حق چاپ به آن را نداشت. اگر روزنامه نگار یا چاپخانه نافرمانی میکرد به زندانی شدن در سیاه جالهای شهربانی آن روز که در کنج خیابان سپه قرار داشت و عاری از هوا و نور بود به کوری و مرگ تهدید میشد. یکی دیگر از معروفترین ممیزان تاریخ نشر ایران محرم علی خان است، دوره پهلوی اول و دوم، که تحصیلاتش در حد خواندن و نوشتن بود که بعدها کاملترش کرد. او نیز در سال 1307 وارد نظمیه شد و در سال 1317 در قسمت کارگاهی یا همان اداره اطلاعات شروع به کار کرد. در آن زمان سانسور کتاب و مطبوعات هنوز به عهده شمیم و مهر روا او بود. شمیم متوجه استعداد محرم علی خان شد و او را به اداره خود منتقل و پس از مدتی به سمت معاونت منصوبش کرد. پیش از راه اندازی این اداره مدیران و سردبیران جراید مجبور بودند برای درج هر گونه مطلبی در آغاز اجازه بازرسی مطبوعات را کسب نمایند. سانسور مطبوعات به تدریج جان چنان گسترش یافت که حتی اعلامیه‌های ترهیم و آگهی‌های بازرگانی و غیره هم تحت نظارت سانسورچیان شهربانی قرار گرفت و مقتضای و متقاضی موظف بود نظر مساعد شهربانی را جلب کند.
نظارت و سانسور بر مطبوعات در حدی بود که حتی نشریات دولتی به جرم تخطی از چارچوب‌های تعیین شده توقیف می‌شدند و مدیران این دست نشریات مدت‌ها برای رفع توقیف نشریات مربوطه سرگردان می‌گردیدند و با ارسال نامه‌های تضرع‌آمیز و ملتمسانه تعهد می‌سپردند که آن جز آنچه حکومت اراده کند در نشریات خود به چاپ نرساند. مدیران و سردبیران نشریات چاره‌ای جز خودسانسوری نداشتند و میبایست مسئولیت تمام مطالبی را که در نشریات مربوط به چاپ میرسید بر عهده بگیرند، چرا که میدانستند اگر مطلبی در مخالفت با حکومت به چاپ برسد عواقب سوء آن متوجه آنان و زندان قصر و سایر بازداشتگاه‌های شهربانی در انتظارشان خواهد بود. ایجاد فشارهای مالی نیز یکی از روش‌های سرکوب و سانسور بود. نه فقط اعمال سانسور مطبوعات و کتاب، حتی مدیران جراید و روزنامه‌نگاران منتقد و مخالف کتک می‌خوردند و به چوب و فلک بسته می‌شدند. در سایر نقاط کشور نیز وضع بر همین منوال یا بدتر بود. نحوه عمل ماموران نظمیه به ویژه در دوره ریاست سرپاس مختاری این گونه بود. شبی یکی از سانسورچی‌ها مست و لایعقل به چاپخانه آمد و از اکبر یکی از کارگران چاپخانه بهانه‌ای گرفت و به او پیله کرد و شروع به فحاشی نمود و سرانجام بیهوده و ناروا کشیده محکمی به او زد، به طوری که کارگر ورزیده و متخصص روزنامه ایران بر اثر کتک خوردن از یک پلیس بی سواد و نادان گریه‌اش گرفت. آن پلیس سانسورچی عضو تأمینات نظمیه بود. در گزارشی از یکی از مأموران سفارت آمریکا در تهران نیز چنین آمده است: از وقتی رضاخان به مقام رئیس الوزرایی رسیده است، چندین روزنامه عمده تهران توقیف شده و برخی دیگر نیز کاملا تعطیل شدند. یکی دوتایی از سردبیران روزنامه به دستور وزیر جنگ شلاق خوردند. رضاخان شخصاً کتک می‌زد و دشنام‌های چارواداری و فوش‌های قزاقی، نثار و ضربات چکمه و تعلیمی وارد می‌کرد. همین یکی دو ماه پیش بود که سیف آزاد، مدیر نشریه ایران باستان، به دستور اعلیحضرت شرفیاب شد و حسابی فوش و ناسزا خورد. این نوع برخوردها شامل روزنامه‌نگاران درباری و نزدیک به دربار مثل علی دشتی، زین العابدین رهنما، محمد رضای تجدد و حتی فرج الله بهرامی که معلم خصوصی رضاخان بود می‌داد و متن نوت‌هایش را می‌نوشت می‌شد. مهدی قلی خان هدایت مخبرالدوله نقل می‌کند که وقتی نزد دیکتاتور وساطت فرج الله بهرامی را می‌کند، رضاخان با اندکی تأمل می‌گوید باشه نمی‌کشمش. رضاخان حتی انتقاد نشریات غیر ایرانی را تحمل نمی‌کرد و از طریق نمایندگان سیاسی ایران در کشورهای خارجی به دنبال سانسور آنها، توقیف و محاکمه مدیران روزنامه‌ها و یا تهدید و قطع روابط با این کشورها بود که فرانسه و روزنامه فرانسوی نمونند. در فروردین سال 1310 بخشنامه از سوی شهربانی خطاب به نشریات صادر شد که آکی از نظارت و کنترل شدیدتر بر مطبوعات در تمام مراحل حروف چینی، چاپ و توزیع نشریات بود. در این بخشنامه آمده بود: 1. به مدیر توزیع اخطار کنید که هیچ روزی صبح از روزنامه را بدون اطلاع و اخطار و اجازه مأمورین شعبه انتشار ندهد. 2. به کلیه ماشین‌خانه های متابع اخطار شود که همه روزه باید روزنامه های چاپ شده را نگاه دارند تا از طرف نظمیه اجازه انتشار آن داده شود. 3.
به کلیه متابع و مدیران جراید و اتاقهای حروفچینی اخطار شود که هیچ خبر و مقاله را بدون امضای مأمور نچینند و اگر فوریت دارد به شعبه مطبوعات بیاورند اجازه بگیرند. سالهای 1307 و 1310 قوانینی در مورد تشکیل هیئت‌های منصفه مطبوعات نیز به تصویب رسید، اما شهربانی و مأموران سانسور به ویژه بعد از صدور قانون خرداد 1310 گویی مستقل عمل می‌کردند و راه خودشان را می‌رفتند. حکایت سانسور و سانسورچیان دوره رضاخانی گاه به طنز و فکاهه بدل می‌شد. دکتر محمود افشار می‌نویسد مأمور کم سوادی را برای سانسور جراید معین کرده بودند. بیچاره از بی سوادی یک مرتبه این شعر حافظ را رضا بداده بده و جبین گره بکشا در روزنامه سانسور نموده بود، با این اشتباه که رضا را اسم خاص فرض کرده و ترسیده بود به مقامات عالیه بر بخورد. رضا بداده بده و از جبین گره بکشا، بدبخت بیچاره و ترسیده بود به مقامات عالیه بر بخورد، لذا به حروف چین مطبعه دستور داده بود که به جای اسم رضا حسن بگذارد و در نتیجه شعر با کلمه حسن به جای رضا اینطور چاپ شده بود: حس به داده بده و از جبین گره بکشا که بر من و تو در اختیار نکشوده است. تقی ارانی نیز درباره یکی از ممیزان خود گفته بود: هرچرا نمیفهمید سانسور میکرد و چون هیچ نمیفهمید همه چیز را سانسور میکرد. دکتر پرویز ناطل خانلری در مقاله نثر فارسی در دوره اخیر مینویسد نبودن آزادی مطبوعات و سانسور شدید در دوره گذشته به حدی بوده که اشعار تغزلی را نیز شهربانی سانسور میکرد. همین قیود و مشکلات به تدریج ذوق هنر را در ایرانیان خاموش کرد. محمد صدر هاشمی از روزنامه نگاران دوره رضاشاه درباره وضع مطبوعات در آن دوره و نقش شهربانی در کنترل و سانسور نشریات آن روزگار می نویسد رفتار دولت در آغاز تغییر سلطنت و حتی تا چند سال بعد نسبت به جراید موافق چندان شدید و خشونت آمیز نبود، ولی کم کم اطرافیان رضاشاه به طور کلی وی را نسبت به جراید بدبین نمودند، به طوری که در سال 1310 شمسی بیش از تعداد معینی روزنامه در تهران و شهرستانها منتشر نمی‌شد. در صورتی که در اوایل تغییر سلطنت روزنامه‌های از قبیل اطلاعات، حصار، عدل، تجدد، ایران، آزادگان، آینده ایران، آینه ایران، اوقات، ماساژور دو تقان به زبان فرانسه، ستاره جهان و غیره تأسیس یافته بود. نه فقط مقالات سیاسی و اخبار داخل و خارج جراید، بلکه اعلانات یا آگهی‌های روزنامه نیز قبل از انتشار به نظر اداره شهربانی می‌رسید. خوب به خاطر دارم که در سال 1317 که در شهر زنجان به خدمت دولت مشغول بودم، شرحی به صورت اعلان مبنی بر درخواست شرح حال یک قطع عکس از مدیران جراید برای تدوین همین کتاب نوشته و آن را برای درج به اداره روزنامه کانون فرستادم. مدیر روزنامه مذکور در پاسخ نامه این جانب نوشت که اعلان شما را اگر شهربانی موافقت نماید چاپ خواهیم کرد. فرخی یزدی، دلنثار استقلال، جان فدای آزادی. تاج الشعرا میرزا محمد فرخی یزدی، شاعری که در بین گویندگان کلاسیک ایرانی هیچ کدام به گستردگی و شیوایی او به آزادی نپرداختند و از آن ستایش نکردند، به سال 1266
یا 1268 در یزد متولد شد. وی در 15 سالگی به دلیل اشعاری که علیه مسئولان مدرسه سرود از مدرسه اخراج شد. مدتی به شاگردی و کارگری در کارگاه‌های پارچه‌بافی و نانوایی گذراند. برهه‌ای که او به سیاست نزدیک‌تر شد تا آنجا که در دوران مشروطیت با حزب دموکرات همکاری و همراهی آغاز کرد. فرخی با سرودن و انتشار شعری در قطع حاکم یزد زیغم و دوله قشقایی محکوم به دوخته شدن دهان و حبس شد. او در مسمتی خطاب به حاکم یزد سروده بود: خود تو میدانی نیم از شاعران چاپلوس که از برای سیم بنمایم کسی را پای بوس. لیک گویم گر به قانون مجری قانون شوی، بهمن و کیخسرو و جمشید و آفریدون شوی. تحسن گروهی از مردم یزد در تلگراف خانه شهر و اعتراض به این عمل حاکم یزد سبب استیضاح وزیر کشور یا همان وزیر داخله وقت از طرف مجلس گردید. اما وزیر کشور به کلی منکر وقوع چنین واقعی شد. همان هنگام ادعا شد که زیغم و دوله مأمور معذور نبود و خودسرانه و بدون دستور مرکز فرخی را به زندان انداخته و لبهایش را دوخته است. معاون وزیر داخله در برابر نمایندگان مجلسی که او را به خاطر عدم توجه به حرکاتی شبیه به حرکات زیغم و دوله سیزاه کرده بودند گفت: حکومت یزد به قید قسم جواب داده است که مسئله دهان دوختن کذب محض است و به آن شخص در رابطه با قد مشروطه و مت استبداد چوب زده شده است. و این در حالی بود که فرخی یزدی با لب و دهان مجروح در زندان شهربانی یزد محبوس بود. فرخی از زندان یزد گریخت و به تهران رفت. در تهران فعالیت مطبوعاتیش را آغاز کرد. در سال 1293 به سفر به نقاط مختلف از جمله بغداد و کربلا و موصل و غیره پرداخت. سفری که طی آن مورد سوء قصد قفقازی ها نیز قرار گرفت و پس از چندی به ایران مراجعت کرد. اما به دلیل مخالفت با قرارداد 1919 به زندان شهربانی وثوق الدوله انداخته شد و سپسته در باغ سردار اعتماد محبوس شد. سال 1300 انتشار روزنامه طوفان را آغاز کرد. این اقدام رضاخان سردار سپه را برافروخت و از مجلس شورای ملی تقاضای محاکمه فرخی را طلب کرد. فرخی در واکنش به این برخوردها به تدریج طوفان هفتگی منتشر کرد. در سال 1307 تا 1309 توسط مردم یزد به عنوان نماینده مردم یزد انتخاب و به دوره هفتم مجلس شورای ملی راه یافت. واقعی کتک زدن او در مجلس، تحسن در مجلس به دلیل نداشتن تأمین جانی، تعطیلی انتشار طوفان، فرار به مسکو، عزیمت به برلین و آغاز فعالیت‌های مطبوعاتی و سیاسی در جراید پیکار و نهضت، شرکت در جلسه محاکماتی که توسط سفیر ایران در برلین علیه پیکار برپا شده بود، همراه با ایراد سخنرانی و ارائه مدارک بر علیه شاه و سفیر ایران در محکمه برلین نمونه‌هایی از فعالیت فرخی در آن دوره. فرخی از سال 1311 و 12 بر اثر وعد و وعیدهای تیمورتاش وزیر دربار به ایران بازگشت، اما در تهران تحت مراقبت‌های مأمورین مخفی اطلاعات شهربانی قرار گرفت. شهربانی و رضاشاه به این هم بسنده نکردند و دست به پرونده‌سازی علیه فرخی زدند. او را به اتهام بدهی برای خرید کاغذ به زندان انداختند. فشارها در زندان بر فرخی به گونه افزایش یافت که اقدام به خودکشی کرد. سال 1317 پرونده دیگر به جرم اساءه ادب به مقام سلطنت برای او ساختند و او را به 3 سال حبس تأدیبی محکوم کردند. فرخی در زندان
اما دست از مخالفت ها و فعالیت هایش بر نداشت. بس جان ز فشار غم به زندان کندیم، پیراهن سب از دل اوریان کندیم. القصه در این جهان به مردن مردن، یک اوم به نام زندگی جان کندیم. سرانجام در شهریور ماه یا مهر ماه سال 1318 شکنجگران، آدمکشان، پزشک احمدی و غیره با تزریق هوا جانش را گرفتند. جان جاویدی که از جانمایه های تاریخ آزادی خواهی و آزاداندیشی میهن ما است. جان شرزهی که شاه و شیخ را لرزان. در محیط توفانزا ماهرانه در جنگل، ناخدای استبداد با ناخدای با خدای آزادی. در محیط توفانزا ماهرانه در جنگل، ناخدای استبداد با خدای آزادی. شیخ از آن کند اصرار بر خرابی احرار، چون بقای خود ببیند در فنای آزادی. این هم مطلعی بود از آقای دکتر مسعود نقره‌کار که ریفرنس های مفصلی هم زیر مقالش گوشته، میتونی به اصل مقاله توی سایت گویا اشاره بکنی. بسیار ممنون. یه درنگی بکنیم برمیگردم در خدمت. ببخشید این بازی بازندگان محمد نوریزاد رو میخونیم، این ضبطش اشکال داشت. معتقدم چه آمریکا به سوریه حمله بکند و چه نکند، بازنده اصلی فاجعه‌ای که در سوریه دست به دست میشود جمهوری اسلامی ایران و شخص رهبر است. پس بشار اسد چه؟ میگویم بشار اسد مدت هاست که قافیه را باخته و به تاریخ پیوسته. از همان روزی که صدا و سیمای رهبری ناجوانمردانه واژه تروریست ها را به معترضان سوری الساق فرمود، و از همان روزی که رئیس جمهور تازه وارد ما نیز و پشتبندش دستگاه دیپلماسی و شخص وزیر خارجهش نیز این واژه ناجوانمردانه را از میان دو لب مبارک خود بیرون دادن، باید اطمینان می‌یافتیم به بازندگی جمهوری اسلامی و شخص رهبری که وزارت خارجه بدون اشاره وی آب نمی‌نوشد. حالا شما داستان پول‌ها و اسلحه‌هایی را که به اشاره شخص رهبر به سمت سوریه و به اعماق جیب قاتلی به اسم بشار اسد گسیل شده به کیفیت آن بازندگی مفرد اضافه بفرمایید. اصلا همین امروز اگر دستگاه نیرنگ پردازی و نیرنگ پراکنی جناب زرقامی با ضرب و شیپور اعلام کند بشار اسد بر تروریست ها پیروز شد، من حیران و سرگشته برق آن شادمانی هستم که از برپایی جشن پیروزی در خرابه ویرانی به اسم سوریه برمی جهد.
اگر بازنده ایران رهبری باشد، پس پیروز این فاجعه کیست؟ میگویم اسرائیل، به خاطر اینکه مثل شاهزاده ها و کارفرماها بر صندلی راحتی بر صندلی راحتیش لمیده و هوشمندان ما را و پول و اسلحه ما را به سمت سوریه گسیل فرمود تا ما به دست خود و پخمه بخت برگشته‌ای چون بشار اسد سوریه را از آبادی و آبادانی و پول و اسلحه تویی کنیم و خیال او را تا 40 سال بعد به آرامشی عمیق فرو فرستیم. محمد نوریزاد، 14 شهریور سال 92. از این مطلب آقای نوریزا اجازه بده که ما یه پلی بزنیم به ماجرای سوریه، ببینیم که واقعا در سوریه چه اتفاقی افتاد، چه شد، چجوری شد، چرا اینا اینجوری شدن. در ادامه بحث تدافعی تقابلی، خشونت تدافعی تقابلی، اگه خاطر مبارک شریف باشد، مردم سوریه 8 ماه تمام اومدن تو خیابون، هیچ خواستی هم نداشتن، میگن آقای استاندار اینجا عوض کن، هیچ ساده استاندار رو عوض کن. 8 ماه با اون بروی اونا اسلحه کشید، با ماشین شهربانی از روی جنازه هاشون، از روی مردمی که افتاده بودن زمین رد شد، اینجوری که آقای احمدی میگوید، احمدی مقدم رئیس ارتش شهربانی و نظمیه سدلی خامنه‌ای میگوید، همون شیوه رو در اونجا هم پیاده کرد و داستان به اینجا کشید که حکومت فاسد جمهوری اسلامی سلاح شیمیایی در اختیار اسد قرار داد و اسد این سلاح‌ها رو استفاده کرد به علیه مردمان خودش. میگویم جمهوری اسلامی، به صراحت لهجه میگویم جمهوری اسلامی سلاح‌ها رو در اختیار سوریه قرار داد، به دلیل اینکه آقای جواد ظریف میگوید که ما 8 ماه پیش به دفتر سوئیس در تهران، نماینده آمریکا در تهران، گفتیم که آقا این ما سلاح شیمیایی دادیم به اینا. پس جمهوری اسلامی در این داستان نقش داشته، چنان که در داستان اشرف هم نقش پررنگ و محکمی داشته. من تعجبم از جامعه ایرانی، واقعا متعجبم که این نگاهش همیشه به دست دیگریه، در حسرت. این شعری که شیفته خوند و بسیارم زیبا اجرا کرده، سوگ سیاوشان، این به درد امروز من نمیخوره، ندبه و زاری به درد مردم من نمیخورد. ما نیاز به تحرک داریم، نیاز به کنش داریم. هنرمندا باید مردم رو به کنش وادارن، نه به ندبه و زاری. کار بسیار زیبا، خیلی هم قشنگه، خیلی هم خوبه، ولی به درد چی میخوره؟ باید از شرایط ندبه و زاری بیرون بیای، باید تحرک ایجاد کنی، باید شور ایجاد کنی در جامعه. مشکل اعظمی که این دیروز ما این مقاله رو میخوندیم تو ندای سبز آزادی آقای جهانشاهی، همون تلویزیون رها و همون ماجراهای اون یکی دیگه اسمش چی بود، اون متی و این ماجراها، که به درستی یکی دوبار اینا رو افشا کرده و خوبم افشاشون کرده، یه مشکل اصلی که واقعا، یعنی خوشبختی که این نظام فاسد داره، اینه که هیچ کنشی در مقابلش نیست. یعنی شما فکر کن اگر که در لحظه در 3 تا 4 تا شهر یه مرتبه مثلا کارگرهای مثلا کارخونه نساجی، لاستیک سازی، نمیدونم کارخونه فلان سنگبوری یو بیان تو خیابون، این تو توربولنس خواهد افتاد، این اعصابش الان خیلی ضعیفه، نمیتونه خودشو کنترل کنه، نیست، اونو نداری، این میریزه، این به سرعت میریزه، این جنازه رو زمینه، کسی نیست این جنازه رو ورداره. خیلی ساده است دیگه، اون هیبت سلیمانی رو هم نداره که ما بگیم که این به هیبت سلیمانی بر عصا تکیه زده بود، چون سلیمان و بعد موریانه ها عصا رو خوردند و این جنازه افتاده. نه، این جنازه سالهاست افتاده، کسی نیست جنازه رو بلند کنه، تعفنش همه جا رو برداشته.
شما از غرب و شرق و اینا انتظار بی خودی داری، اون اینو به تو تبلیغ میکنه، تو از طریق جمهوری اسلامی تو این کانال میفتی. همین مطلبی که مسعود نقره‌کار نوشته بود راجب اون سفیر آمریکا در تهران در اون عهد، وقتی این وثوق الدوله قرارداد 1919 رو رفت با انگلیسی ها امضا کرد، همین سفیر آمریکا در تهران تراکت درست کرد، نشست نوشت برد تو خیابون پخش کرد بین مردم که آقا مرد واره ابله نشسته اید بیکار. بعد چه وقایع اتفاق افتاد، بعد اون مأمور مرد سید ضیا گفت ابن عرب ما فوش میدیم ولی همین کار برای شما انجام خواهیم داد. بعد رضا شاه رو گفت نه این خیلی انگلیسیه، این معلوم انگلیسیه، من همون کار برای شما انجام میدم. جهان تغییر کرده دیگه، نیست از اون آدم های اونطوری که تو فکر کنی مثل اون سفیر آمریکا بیاد تراکت بنویسه تو خیابون پخش کنه و به مردم ایران بگه آقا نشستی داره بلا سرت میاد. امروز اینا معامله میکنن با هم دیگه. فهم میکنی مثلا دستگاه یارو شنود آلمانیه که شنود کرده یک نفر حزب الله رو، حزب الله لبنان رو، یه مقام ارشد حزب الله لبنان رو با سفیر ایران در لبنان که از تو برلین نشسته اونا رو شنود کرده. چطوری این نمیتونسته که اینو رد کنه و پیدا بکنه؟ چیزی که معلوم بوده، چیزی که مشهود بود، چیزی که ما روز جمعه این دوتا بزرگوار گفتن دیگه، فراخوان دادن آدم ها از هر جنس و قوم و قبیله ای که هستی به پا خیزید، به فکر این مردمان اشرف باشی، ببین اینا میخواستنشون رو ببرن. نمیدونست اینا، نمیدونستن دستگاه امنیت اینا خبر نداشت؟ مالکی یکیه مثل صدام، یکیه مثل سید علی خامنه‌ای، اینا نوکر اجانبن. اینا بدون اراده اجانب آب نمیخورن. اون میدانست که اونجا چه اتفاقی میفته، اما چیکار داره بره دخالت کنه؟ این بر عهده من و توه. ما این جهان رو به این گنگ کشیدیم، قدری همت، قدری واقع بینی. ای چه مزخرفیه که این مرد که علی روزخونه یه آدم ابله، یه آدم دون، یه آدم بی سواد، یه آخوند روزخون، نه یه فقیه جامعه شرایع اون من فلان اینا، نه یه روزخون معمولی، پنجزاری، دو پنج تومانی، دوزاری، هرچی باده بره، این مثل رهبر تو باشه؟ همه باید به دولت کمک کنن، من هم حمایت خواهم کرد. آرمانگرایی باید همراه با نگاه به واقعیت باشد. نرمش و انعطاف هنرمندانه و قهرمانانه در همه عرصه‌های سیاسی مورد قبول. این سراغ قهرمانت میره، سراغ هنرپیشت میره، همین رو داره میگه. این تو قالب دیگه بیان میکنه، تو حرف و دریاب. دیروز اینا رو نشون دادن دیگه، یه مش رقاص کاباره اومده بودن نیسته بودن که بله آقا خب پس دولت چی؟ نه آقا مردم ها بعد یه مش مشتی لوتی هن دیگه، مشتی ها رکم لوتی ها میان سرکارت گذاشته. یه جنگ روانی، همه بازی معلومه، همه بازی مثل از هر منشم، مثل خورشید که میدرخشد روشنه. اومده به غربیه داره میگه آقا این تر امونه، میگه آقا خط قرمز اسرائیل ما نمیریم، ببین ما 200 کیلو نداریم الان، ببین یه مقدار داشتیم اینا رو پوت کردیم، یه مقدارش رو گاز کردیم، یه مقدار اینا رو داریم. این خیال میکنه یارو مثلا خره، میدونه که تو به سرعت برق و باد
می توانی پودر رو دوباره تبدیل کنی به اورانیوم غنی شده. آسونه، اون دیگه آسونه، سرعتش سریعتره، رسیدن به 5% طول میکشه، 5% تا 20% طول میکشه، 20% به بالا. هرچی شما اینو در حقیقت بخوای که اینو غلظتشو ببری بالا، سرعت کارتو زیادتر میکنی. چه روشنه. ما هم میگه نگاه کن من ندارم دیگه، یه مدام میخوام بدیم به اینجا، یه مدام میخوام بدیم به دانشگاه، یه مدام بدیم راکتور دانشگاه، یه مدام بدیم به ایزوتوپا. ما نداریم که. اونم برایش مهم نی، اون بهانه است، اونم اینو میدونه، میگه بچلونش، یه شیر بیال و دم میخوام اونجا باشه، چیکارش داری؟ ولش کن، به نفعمه. از طریق ایران حراسی من میتونم اسلحه بفروشم، میتونم میخمو بکوبم تو منطقه. نگاه کن نشسته تو خلیج فارس، نگاه کن رفتن تو اونور نشستن تو دریای سرخ و مدیترانه، اومدن تا اون بغل نشستن کنار دریای سرخ. اینجوری نبود اصلا. ایران یعنی من و تو، نه یه جای ما کره مارس و مریخ و اینا نمیگیم، راجع من تو داریم حرف میزنیم که جهان رو به این کثافت کشیدی. هر کدوم به یه نقشی، به یه شکلی. اقتصادش نگاه کن، شرایطش رو ببین چه شکلیه. میگه حالا یارانه رو بدیم ندیم، پول میدیم نمیدیم، بنزین رو بریم بالا، 80% قیمت ها رو بریم بالا، بلیط رو گرون کرد، بلیط اتوبوس رو تا اومدن، بلیط اتوبوس و مترو و هرچی وسایل نقلیه عمومی هست یه مرتبه بردن بالا. تو باید در اینجا فریاد بزنی، نه اون آدمی که زیر میز چاقو و تفنگ یاروه. اون که چه بتونه این کارو بکنه؟ تو هم گوش و حواس و شهرت به سمت بلنگو هست، انگار بلنگوه معجزه میخواه برات بکنه. بلنگوه قصد معجزه نداره، بلنگوه در جهت تحمیق تو حرکت میکنه. خیلی موضوع ساده است. فریادرسی نیست، باید خودت حرکت کنی، خودت باید بلند شی، خودت باید این کارو بکنی. یه نفر یه نفر باید این کارو بکنی. همیشه معتقد به حرکت‌های یه نفره بودم. آقا یه نفره اکسیون کنید، یه نفره. این آدمایی که اسمشون می‌بینی میان تو تاریخ و فلان اینا نگاه کن الان به این یارو خاتمی، مگه خاتمی نبود؟ مگه این فضله موش نبود افتاده بود تو دیگه انتخابات؟ تحقیر تو این تا جد به یادنی بکنی، کل حوزه انتخابی دماوند باطل اعلام کرد، فضله موش افتاده تو غذا تو دیگه سمنی، همه دیگه بریز دور، همه حوزه. حالا بهش راه میده با جوانان در نوع خرموا بریم بگیم آقا تعامل چیکار کنی؟ جای تقابل به تعامل بیاندیشیم. همه مزخرفاتی که این ور آب میگه اون ور میگه، این ور آبیه اون ور آبیه دستور میگیره، گوشش به سمت اون بلنگوه هست، این اون بلنگوه چی میگه همونو غرغره میکنه. میفهمه، میفهمه چی میگه، به جای تقابل به تعامل بیاندیشیم. میدونه اون زیر داره میجوشه. همون حرفی که دکتر ودیعی زد، گفت دیگر رو نگاه کن، سر آتیشه، اون زیر یه حبابایی منده، یه دفعه که دیگه جوش نمیاره سر بزنه که، اون زیر حباب ببنه. اون حبابا رو داره میبینه، نگرانه. وحشت زده است.
به جای تقابل به تعامل بیاندیشیم یعنی چی؟ چرا به جوون اینو میده آقای خاتمی؟ سرنگ نشه بهش میزنه، تخدیرش کنه، فسشو بگیره. هیچ دلیلی داره سکوت در مقابل این بچه هایی که تو اشرف کشته شده؟ هیچ سکوت کنیم، هیچ چی نگه. اونا آدم هایی بودن که دل در گروه آزادی ایران داشتن، جانشون رو بر سر این راه گذاشتن. من خوشم بیاد خوشم نیاد، جانشون بر سر این راه گذاشته. عجیبه، خیلی عجیبه. بشنوی من الان بیش از 20 سال تو مجمع تشخیص مصلحت که مجمع رو اداره می کنم، هنوز یک روز هم از مجمع غیبت نداشتم. همیشه خودم اداره می کردم تا آخر جلسه. این اولین باره که امروز جلسه رو نیمه تمام گذاشتم و آقای دکتر روحانی سپردم و برای رسیدن به این برنامه شما خدمت شما می آیم و آمدم. خوشبختانه به موقع رسیدم و از این محبت هایی که شما ابراز میکنید، نه به خاطر خودم، به خاطر این روحیه‌ای که در شما میبینم. اواخر سال گذشته احساس میشد مشکلاتی که بر کشور آرس شده، صدماتی که به این انقلاب خورده و گله هایی که مردم از انقلاب دارن، مردم نسبت به روحانیت بیتوجه شده باشند. ولی در این انتخابات نشون دادن مردم از بین تعدادی از شخصیت هایی که اونها هم انسان های مبرز و انقلابی بودند، ترجیح دادن به یه روحانی رأی بدند. این برای ما خیلی معنا داره، برای ما نشانی این است که هنوز دل مردم به روحانیت بسته است. ممکنه از ما گله من باشن، ممکنه به خاطر مشکلاتی که پیش آمده در دوران حکومت اسلامی در ایران، جنگ بوده، مشکلات بوده و اخیرا مشکلات اقتصادی و خیلی چیزهای دیگه مردم رو خیلی رنج داده،
ولی مردم میدونن اینا تقصیر روحانیت نیست، البته ممکنه قصوری باشه. ما میگفتن ما قبول داریم شما نیستید، اما بالاخره این روحانیت این دولت رو آورد، ما جواب رو از شما میخواهیم. به من البته خودم نمیگفتن، ولی من به عنوان طلبه به من میگفتن از روحانیت. ولی همین مردم گرمند باز نشون دادن اگر راهی باشد برای نجات کشور همین جاست، و خداوند به شما برکت بده، خداوند به شما عزت بده و مسئولان هم توفیق بده که بتونه حقوق شما رو بهتر ادا بکنن. انشالله این کار رو خواهند کرد، من شکی ندارم با تمام علاقه. اما مشکلات فعلی مشکلات واقعی است، ما در محاصره ایم، ما تحریمیم، ما بایکوتیم، ما نمیتونیم از منابعمون استفاده کنیم، ما نمیتونیم نفتمون رو بفروشیم، اگر بفروشیم نمیتونیم پولش برگردونیم، و اگر جنسی بخریم باید به قیمتهای اضافی بخریم و در انتقالش هزینه های اضافی انجام بدیم، و خیلی مشکلاتی که اخیراً دیگه شاهد یک خطر بزرگتری هستیم. شما میبینید، از من اخبار رو میبینید، الان آمریکا و غرب به طور کلی به تعدادی از کشورهای عربی تقریبا اعلان جنگ کردن به سوریه، و هر لحظه گوشها منتظره که صدای غرش موشک‌ها و بمب‌ها رو بشنوه و خدا رحم کنه به مردم سوریه. مردم سوریه در این دو سال خیلی آسیب دیدن، بیش از 100,000 کشته دادن، 8,000,000 آواره دادن در داخل و خارج. زندان‌ها پر از مردم، زندان‌ها جا نداره، بعضی از ورزشگاه ها رو گرفتن، اونها رو پر کردن. شرایط بدی بر مردم، مردم از یک طرف از طرف خود حکومتشون بمباران شیمیایی میشن، و از طرف دیگری امروز منتظر بمب‌های آمریکا باید بمونن. این شرایط تو منطقه میبینید، عراق رو میبینید، پاکستان رو میبینید، افغانستان رو میبینید، مصر رو میبینید، یمن رو میبینید، بحرین رو میبینید، ولی کشور ما در میان همه این آشوب‌ها آرام‌تره، و مخصوصاً بعد از انتخابات خیلی آرام‌تر شد، و انشاءالله دولت بتونه این استقبال مردم رو جواب مساعد بده و بتونه با هر وسیله‌ای مشکلات خارجی رو حل کنه، راه رو باز کنه و بی جهت مشکل تراشی نکنه، بگذارن این جوانهای عزیز ما که با هزینه خودشون گاهی تحصیل کردن الان بیکارن، خانواده ها هزینه کردن برای بچه هاشون الان بیکار روی دستشون موندن. در خود منطقه سوادکو شما نمونه های زیادی دارید، الان هر کس بخواد به این کشور خدمت بکنه، به این ملت خدمت بکنه، در درجه اول باید راه ها رو باز کنیم. تو چی میفهمیم از این حرفا؟ میفهمیم چی شده؟ میگیم چه اتفاقی افتاده؟ دعوا شده یعنی؟ وحشته. این جلو جلو اینا رو خودش میگه از ترسشه. تنها شانسی که داره اینه که هیچ حرکتی نمیتونی بهش سامان بدی. فقط تصور کن اگر که 3 تا شهر 4 تا شهر بهانه‌های مختلف مردم بیان تو خیابون، چه اتفاقی برای این نظام در هم پاشیده میفته؟ این فرسوده است، این نمیتونه راه ادامه بده، این در آستانه تحوله، این جنازه وسط زمینه، تعفنش همه دنیا رو گرفته. به هر حال همطوری که وعده کردیم ساعت 4 میریم برنامه اخبار رادیو اسرائیل رو با همدیگه ساعت 4 بعد از ظهر دنبال میکنیم. تغییراتی در برنامه ایجاد میشود،
امیدواریم که توی هفته های آینده بتونیم این تغییرات رو شاهد باشیم و ببینیم و بتونیم با هم دیگه در حقیقت نزدیکتر بشویم و بتونیم این راه پرپیچ و خم رو با هم طی بکنیم. بازم از همه شما ممنونم، در انتظار حمایت‌های مالی شما نازنینان هستیم. در این زمینه این حداقل کاریه که میتونی انجام بدی. سپاسگزارم. تا فرصت دیگر بریم خبر رادیو اسرائیل رو با هم بشنویم. متشکرم.